بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های فراوان خود را خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون ایمان تقدیم می دارم. امیدوارم همه شما خوش، آرام و صحتمند باشید. ورزش هر هفته از ساعت 2 تا 3 خدمت شما می باشد. عزیز امی، ویدیوی دیگه که ما داریم درباره همونطور که امینجان گفتن درباره افتخار مملکت ما که ببینیم که جوانای ما همونطور که فوتبال این حالی که دخترکای ما رفتن کتی به مقابل از تیمای دیگه، همونطور بچهای ما، بچهای باسکتبالر ما، اونا هم افتخارات برای مملکت ما آوردن. بیاین میریم همین ویدیوی دیگه رو میبینیم باز انشاءالله. Love you, man. Hey, you write the last chapter right now tonight, okay? Come out the gate, listen. Hey, play with passion, but play under composure, okay? Keep your cool, keep your head. Play hard, but play smart, okay? Let's get this one. Let's go. Let's go, fellas. Hey, look around you, fellas. You've always wanted to think of a basketball. This is what you wanted. You only live once, fellas. This is it right here. Make it loud, make it proud. I've got a son. Yeah, I do.
good.
Thank you.
خب بینندگان عزیز، ویدیو را دیدین. این واقعا یک ویدیو جالب بود. این بچه ها نام خدا بسیار خوب بازی کردن. اولین دفعه بود که مدال طلا را از هندوستان و در اویشا برده بودن. اما تو که ما و شما خبر داریم، در سال 2013 بچه های فوتبالر ما مدال بردن در سعود اویشا. اینا هم البته چند سال پیشتر از او در سال 2010 اونو برده بودن. ما آرزو داشتیم که این بچه ها را بخواهیم اینجا و بیاین در باره این معلومات بتن. یک ذره نوتس کم بود و باز انشالله از این بچه هایی که در اینجا بازی کرده بودن، چند تایشان در اینجا هستن، در شهر علمیدا و در شهر تریسی و لیورمور. انشالله ما قدردانشان هستیم، واقعا که یک کار پر افتخار کردن. خوب بینندگان عزیز، در سگمنت دیگه ما سگمنت های والیبال داریم که بریم بازی والیبال هم ببینیم. البته ما متکو پیشتر گفتم که واقعا ما خوش میشم که خوش برای ما خوشی بود که جوانا و هموطنای ما را دیدیم که چقدر خوش بودن از اینکه افغانستان توانست که یک مدال طلا را ببرن. همونطور که پیشتر هم اینجا زنگ زدن، اونا هم همین مقصدشان هستن که برن و ما ممنونشان هستیم به خاطر از اینکه ما میخواهیم دنیا بفهمن که ما به کارهای خوبم به سپورت یا ملاقه داریم. خوب بینندگان عزیز، امیده که یک تلفن آمده، تلفن میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. بله زبی جان، سلام برسه. سلام علیکم، چطور هستی؟ باکنه که جور صحتمند باشین. تشکر از برنامه‌تان. بله نمیخواستم که مزاحمتان شوم، چون برنامه‌تان بازم یعنی ویدیو یا کلیپ هایی از بازی والیبال شما داشتین، اما بازم خواستم که یک زنگ بزنم. من از شما قدردانی کنم، خداوند شما را خیر و برکت بده. در ضمن واقعا بسیار کار خوب و کار جالبی کردیم که اگر ما بر رشته ورزش، اگر ما به فوتبال علاقه داریم، برای ما ورزش همیش ورزش است. بله. مخصوصا این که برای افتخارات، برای کشور ما میه، برای ملت ما میه. وقتی که من میل اعظمی بیرق افغانستان با اونجا میدیدم که بر سر شانه جوان ها یعنی تکان میدادن، باور کنین یک احساس داشتم که هیچ باورتان شاید نبه، یعنی مواقعت شد براتان میگم. منطقه من یک گفتنی دارم از طریق امی برنامه شما هزار دفعه. من هم میفهمم امی برنامه شاید متنا نبینم، شاید اکثریت افغان ها ببینن یا شاید نبینن. من هم میفهمم چرا افغان های ما همیشه مسائل سیاسی را داغ نگاه میکنن. اگر مسائل اسلامی است، اگر فهم دارن یا ندارن، او را داغ نگاه میکنن. حتما از این معلوم میشه که مردم بسیار اکثریت علاقه دارن کمی اختلافات و تشنج و غالمغال و بیاتفاقی و بیاعتمادی در بین ملت موجود باشه و وجود داشته باشه. و مخاطب به هر برنامه ببینی که پشت سر هم زنگ میزنن و مسائل جربسای سیاسی و غالمغالا. چرا می عزیزای ما، چرا می برنامه های ورزشی را دینا زنگ نمیزنن؟ چرا اینا تشویق نمیکنن؟ همین خودش، همین خود همین مسئله ورزش در افغانستان، نه تنها در افغانستان، در جهان باعث صلح، اتحاد، آرامش در بین ملت ها میشه و در بین ملت یک کشور میشه. همین ما وقتی که میدیدم شما ببینیم بیرق افغانستان همه تکان میدادن، اینجا بیرق هیچ ولایت، از هیچ زبان، از هیچ قوم نبود، از یک ملت بود، یک ملت واحد به نام ملت افغانستان. من می خواهش من نیست به گفته شما که در شروع برنامه گفتین تلویزیون ایمان کمک کنن به برنامه زنگ بزنن، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، هر گفتنی که دارن از طریق این برنامه ها بگوین و باور کنین که همین برنامه، همونطور که اسلام وحدت و اتحاد و همدلی در بین مسلمان ها و در بین ملت افغانستان آورده، ورزش هم یکی از پایه های وحدت در بین ملت است. من این خواهش من از بیننده های تلویزیون که اگر میبینن برنامه های ورزشی را اقلا سهم بگیرن، زنگ بزنن، نظر داشته باشن، نظر خود بگوین، اقلا از شما یک تشکری کنن که شما زحمت میکشین، وقتتان میاین اینجا یک ساعت یا یک دو ساعت وقتتان اینجا مصرف میکنین. یعنی من خواستم امیر از شما یک تشکری کنم از طرف خود. خداوند موفق و پیروز داشته باشیتان. خداحافظ و ناصر شما. تشکر بسیار عزیز. در این قسمت میریم ویدیوی والیبال که براتون مانده ایم، همونطور که ببینین که همونطور باسکتبال دیدیم، حالا بریم ویدیوی والیبال ببینیم.
دا د والیبال د هغې مسابقې غږ دی چې د افغانستان د والیبال ټیم پکې بری وموند. د افغانستان او تاجکستان د دوشنبه ښار د ځوانانو د والیبال د ټیمونو ترمنځ لوبه د صفر په مقابل کې په درې امتیازونو د افغان ټیم په ګټه پای ته ورسېده. دا لوبه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه. د والیبال افغان لوبغاړي دا لوبه ښه لاسته راوړنه ګڼي او د المپیک له ملي کمیټې غواړي چې د والیبال پراختیا لپاره نورې داسې سیالۍ هم تنظیم کړي. د افغانستان د والیبال د ټیم لوبغاړي امید او د تاجکستان د ټیم دولت په دې اړه آزادي راډیو ته وویل. داسې دوستانه مسابقې باید ډېر په لاره واچول شي او لیک مسابقې باید نیول شي چې دی سره د یو مملکت ټیم ډېر پیاوړی کېدای شي. مسابقه بسیار مهم است برای ما. ده وویل دا ډول مسابقې موږ ته ډېرې مهمې دي. زه ویاړم چې په داسې مسابقو کې برخه اخلم. افغان لوبغاړي ډېر ښه وو، بازیګران خوب بودن. د افغانستان د والیبال د فدراسیون چارواکي وایي چې د دې لوبې لپاره پر افغان لوبغاړو شاوخوا دوه میاشتې لازم تمرینونه کړي وو. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان له لسو کلونو وروسته وتوانېد چې د داسې مسابقو کوربه شي. د افغانستان د والیبال د فدراسیون رئیس ډاکټر یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ده په راتلونکي کال کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د والیبال مسابقې هم په کابل ښار کې وشي. ښاغلي پوپلزی راتلونکي کال ته د والیبال د مسابقو د لګښتونو په هکله وویل. په دې بخش کې خصوصي سکتور زموږ سره مرسته کړې ده چې د سالاتو شرکت څخه هم ډېره مننه کوم. دولت هم ډېره علاقمند ده چې د فدراسیونو سره د ورزش سره حمایت وکړي او مالي مرسته ورسره وکړي. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د جنوبي اسیا د هیوادونو د والیبال په سیالیو کې به د سیمې اته ټیمونه برخه ولري. سربیره پر دې په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د والیبال او د نیپال د والیبال د ټیمونو ترمنځ هم یوه سیالۍ وشي. خب بینندگان عزیز، این ویدیوهایی را که دیدین دو بازی والیبال بود که از خود شهر کابل، یکی از فرندلی گیم و یکی دیگه هم مسابقه که با مملکت تاجکستان، البته مسابقه را افغانستان برد. بدون از او خوبی و خوشی ما در ایست که میبینیم که افغانستان آستا نام خدا به طرف نرمال رفته رایست و مردم. در این قسمت یک ویدیوی دیگه داریم که بسیار جالب است، البته ای از افغانستان نیست، از خود داخل چین است، مگم بسیار برای من جالب بود که بیاین برین ویدیو رو ببینیم. دو دقیقه است که چطور یک طرف برای دو دقیقه که یکی دیگه والیبال میکنن و شوت میکنن و هنوز هم دوام داره. بسیار جالب ویدیو بود، بیاین ویدیو رو ببینیم. البته دو تیم از چین بود که البته یکیش از عسکری، تیم عسکری چین و یکیم قضیات دوارش معلومات ندارم، مگم ببینیم. ایو تی چو فانگ ده هاو. ¡Gracias! 再回来，远网，界内，再来，球回来了，扣球，漂亮！哎呦，这是写入排球史册的回合球。 عزیز، دیدن این ویدیو را بسیار جالب بود، تقریبا برای دو دقیقه یا چیز زیادتر از دو دقیقه یا با یکی دیگه والیبال.
وقت زیادتان را نمیگیرم. وقت پروگرام ما به پایان آمده و تا هفته دیگه شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم و انشالله با امید دیدارتان تا هفته دیگه. خدا حافظ.